حمید صابری با ما از پژوهشگر و فعال حقوق زنان از تورینو ایتالیا. خانم صابری، نقش زنان در خیزش انقلابی ایران انکار ناشدنیه. فکر میکنید چقدر به نقطه نزدیک هستیم که یک ساختار تشکیلاتی مثلا در اپوزیسیون با محوریت زنان شکل بگیره؟ با درود بر شما، میخوام از اینجا شروع بکنم که در واقع اصلی ترین اپوزیسیون رژیم از بعد از شورش 57 زنان شجاع ایرانی بودند که در واقع روزانه ساختارهای این حاکمیت رو زیر سوال بردن، روزانه چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی تلاش کردند تا در مقابل دیکتاتوری، سرکوب و کنترل در واقع افراد در جامعه و قبضه کردن قدرتی که داشت توسط این رژیم صورت می گرفت مقابله کردن. شما از کمپین چند میلیون امضا بگیرین تا کمپین هایی که مثل چهارشنبه های سفید، دختران انقلاب و بسیاری حرکاتی که به امروز، به انقلاب امروز، انقلاب زنانه امروز در نهایت منجر شد. من بسیار امیدوار هستم و شواهدی که میبینیم در واقع به ما میگه که زنان حتی در داخل ایران بسیار در تلاش هستن که یک تشکیلات حزبی رو تشکیل بدن و بتونن در آینده سیاسی ایران در واقع نقش مهم و رهبری و لیدری داشته باشن. شما نگاه بکنید که یکی از مهمترین نشانه های مثبتی که از حضور زنان در واقع میتونیم ببینیم این هستش که تمامی گروه ها در شکل گیری این انقلاب نقش دارن، عملیات خودشون رو دارن ایفا میکنن. شما از کم توانان جسمی بگیرید، از اقلیت های مذهبی بگیرید، اقلیت های قومی بگیرید. در واقع وقتی ما میگوییم زنان، با محوریت زنان به این معنا هستش که قرار عملیاتی رو در پیش رو پیش بگیریم در آینده ایران که تمام افراد جامعه به خصوص قشری که تا به امروز سرکوب شده بودند برای ساختن ایران نقش داشته باشن. ضمن اینکه ما رهبران اصلی چه خانم ها و چه آقایون در ایران هستند، اما ما میدونیم که جنبش های زنان در خارج ایران هم تمام تلاش خودشون رو دارن میکنن تا به قولی متریال و ابزارهای لازمی رو که در واقع برای داخل و به خصوص در آینده ایران لازم هست فراهم بکنن. در تلاش هستن جنبش زنان ایران که ائتلافی رو شکل بدن، در واقع بتونن یک شرایطی رو فراهم بکنن که برای عبور از این دوره و برای تشکیل حزب زنان در فردای ایران ما قدم‌هایی رو بتونیم حداقل در قسمت‌های تئوری برداشته باشیم. ضمن اینکه جنبش زنان، زنان ایرانی که از بعد از انقلاب به خصوص مهاجرت کردن تا به امروز دارن در جایگاه‌های مختلف تلاش می‌کنن صدای زنان ایران باشن، نفوذ و در واقع ارتباطات بسیار قوی با سیاستمداران و زنان به قولی شناخته شده کشورهای غربی برقرار کردن تا بتونن از پلتفرم‌های اونها در انعکاس صدای زنان ایران استفاده بکنن.